سلام، وقتتون بخیر باشه. نرجس فضلی هستم، دکترای بیولوژی تولید مثل. امروز می‌خواستم در مورد یکی از تکنیک‌های کمک باروری به نام IVF با شما صحبت بکنم. یعنی در واقع میشه گفت لقاح داخل آزمایشگاهی. حالا مراحل انجام IVF به چه شکل هستش؟ تو مرحله اول تحریک تخمک گذاری صورت میگیره. بعد از اینکه تحریک تخمک گذاری برای خانم صورت گرفت که حالا باعث بشه که تعداد تخمک های بیشتری به بلوغ برسه، باید توی اتاق عمل توسط متخصص زنان این تخمک هایی که به بلوغ رسیدن دریافت بشن. بعد این تخمک هایی که به بلوغ رسیدن به توسط متخصص زنان به جنین شناس داده میشه، در داخل یک ظرف خاصی توی یک محفظه خاصی قرار داده میشن و بعد از اون باید نمونه اسپرم از آقا گرفته بشه. نمونه اسپرم از آقا گرفته میشه، آماده سازی های لازم روش انجام میشه و این نمونه اسپرم بر روی تخمک ها افزوده میشن. حدودا 24 ساعت اینا رو داخل اون محفظه قرار میدن تا عمل لقاح انجام بشه. بعد از اینکه عمل لقاح انجام شدن، حدودا 3 تا 5 روز باید بررسی بکنن ببینن که آیا این محصول لقاح که همون جنین میشه کیفیت خوبی داره یا نه. بعد از اینکه خب بررسی شد اون جنین هایی که کیفیت خوبی دارن، باید به داخل رحم مادر انتقال داده بشن که حالا حدودا 2 هفته زمان داده میشه بعد از انتقال، که یه تست بارداری داده میشه که ببینن آیا اون خانم باردار شده یا نه. IVF رو برای چه زوجهایی انجام میدیم؟ در بامش گفت در زوجهایی که خانم با نقص لوله رحمی مواجه هستش، یعنی انسداد در لوله رحمی وجود داره، و یا در کیس هایی که IUI براشون 3 تا 4 نوبت انجام شده ولی با شکست مواجه شده، یا در مواردی که خانم سنش بالای 38 سال هستش. مورد دیگه عامل ناباروری مردانه هستش که تعداد و تحرک اسپرم ها کمتر از اون حدی که باید باشه. برای این افراد هم IVF انجام میدیم. کسانی که اندومتریوز شدید دارن، چسبندگی لگن دارن، یا کسایی که آزمایش انجام دادن و میزان ذخیره تخمدانیشون پایین هستش، برای این افراد رو هم ما از IVF برشون استفاده میکنیم. حالا میزان موفقیت IVF حتی توی آزمایشگاه هایی که پیشرفته ترین تجهیزات رو هم دارن اصولا کمتر از 40% هستش، و درصدی هم که ما تو ایران باهاش مواجه هستیم، درصد موفقیت که داریم، اونم متناسب با سن خانم، که اگه سن خانم درسته ما بگیم IVF برای بیشتر بالای 38 سال انجام میدیم، ولی اگه هرچقدر سن خانم کمتر باشه، میزان موفقیت IVF هم بالاتر میره و حدوداً بین 30 تا 35 درصد میزان موفقیت IVF در ایران هستش. مرسی از توجهتون، امیدوارم براتون ویدیو مفید بوده باشه.